امروز پنج شنبه است، 9 فوریه 2012 و 20 بهمن 90. الان هم ساعت تقریبا 7 شب اینجا، 1 عصر ابری، یه نیمچه نسیمی هم داره میوزه. موزیک الان میخوام مطرح کنم، اسمشو میذاریم تمثیل و مثال. ممکنه کمی پیچیده باشه و نیاز به دقت داره. یه نفر و کلن یه دی نامی نویسن با این مضمون که من موقعی که همسرم رو در آغوش میگیرم به کس دیگری فکر میکنم و همسرم رو انگار نمیپذیرم آنچنان که هست. و این موضوع خیلی شبیه همون قضیه هستش که توی جلسات شما گفتید و اون شعر مولانا که عالمی را لقمه کرد و درکشید، معده اش نعره زنان هل من مزید، و اون بحثایی که به حال گفتیم در مورد عدم پذیرش خود و اینها. موضوعی که میخوام بگم اینه، ما یه تمثیل داریم، یه مثال داریم. مثال چیه؟ مثال یعنی شاهد، یعنی نمونه، سمپل. یک موضوع کلی بیان میشه و یک مثالی، یک شاهد مثالی برای اون آورده میشه. مثلا گفته میشه که توی کلن دنیا آمار طلاق بالا رفته. حالا یه مثالی که برای این قضیه میارن این هستش که در جامعه مثلا تهران آمار طلاق اینقدر درصد بالا رفته. این آمار تهران یک مثالی هست، یک نمونه‌ای هست برای اون موضوع کلی که بیان شد، آمار طلاق در سطح جهان. این پس میشه مثال. اما تمثیل چیه؟ تمثیل همون داستان‌های سمبولیک هستن، همون سمبول هست در حقیقت. یعنی اینکه یک ماجرایی، یک حکایتی، داستانی، چیزی بیان میشه و یک تفسیر و تأویلی هم از اون بیان میشه و اون حکایت و داستان سمبولی هست از یک حقیقتی. پس این هم شد تمثیل. فرقشون بگم اونم با این مثال هایی که عرض کردم روشن هستش الان. حالا بعضی وقتا هست که مثال و تمثیل در همدیگه ادغام میشن و یک ماجرایی هم تمثیله هم مثاله. چجوری؟ همون نامه‌ای که اول صحبت عرض کردم که بعضی‌ها میفرستن و میگن که من همسرم رو در آغوش میگیرم و به دیگری فکر میکنم، این دقیقا هم مثال هست هم تمثیل. مثال هست از این جهت که این یکی از نمودهای نفس هست. یعنی انسانی که خودش رو نمیپذیره، حالت پذیرش توی زندگیش نداره، نه تنها همسرش، اصلا ماشین، خونه، دوست، نمیدونم هیچ چیز رو اصلا نمیپذیره توی زندگیش. پس در حقیقت این ماجرا یک مثالی هست از وضعیت کلی نپذیرفتن. از یک جهت تمثیل هم هست، یعنی ما این ماجرا رو میتونیم سمبولیک نگاهش کنیم. اینکه کسی همسرش رو نمیپذیره، اون فرد میشه سمبول ذهن، سمبول نفس، و همسر اون فرد میشه سمبول چی در حقیقت؟ زندگی. همچنان که این فرد همسرش رو نمیپذیره، ذهن هم زندگی رو نمیپذیره آنچنان که هست. به سادگی زندگی همینه که هست، نه دیگری، نه کس دیگری که میخوای تو آغوشت. یعنی نپذیرفتن این فرد همسرش را، حالا ما هم همه حرفمون به شکل تایتلای مثنوی شده، نپذیرفتن این فرد همسرش رو تمثیل این هستش که انسان یا ذهن یا نفس زندگی رو نمیپذیره، حالت پذیرش نداره. یعنی کیفیت پذیرش در نفس نیست و همیشه چیز دیگری رو میخواد. خب پس تا اینجا مشخص شد که یک تمثیل داریم، یک مثال داریم و هر کدومشون معنیاش مشخص شد و گاهی میشه که یک تمثیلی خودش در این حال مثال هم باشه. این تا اینجا. حالا
موضوع دیگه رو که میخوام بیان کنم موضوع جهان سه‌بعدی و چهاربعدی هست. من لینک یه ویدیویی رو توی قسمت کامنت ها میگذارم که دوستان میتونن تماشا کنن. توضیح هست در مورد بیان جهان تکبودی، دوبودی، سه‌بعدی و چهاربعدی و مثال هایی که اون آقا در این ویدیو میاره خیلی قابل تأمل هست. برای ما فهم جهان چهاربعدی مشکل به این دلیل که خب ذهنمون کلن تو این جهان سه‌بعدی زندگی کردیم دیگه، ذهنمون خو گرفته با این شرایط جهان سه‌بعدی، ولی خوب توضیحش میده و نهایتا تعریف خوبی از جهان چهاربعدی میده. حالا میخوام بگم بعد از نگاه کردن این ویدیو اگر این بحث رو منطبق کنیم با بحث خودشناسی و این بحث تمثیل و مثال که عرض کردم نتیجه های جالبی گرفته میشه. حالا من نمیگم که دوستان خودشون نگاه کنن، اگر خودشون برسن خیلی خیلی جالبتر هست تا اینکه من بخوام همینطور خام عرض کنم. بعد از اون اگر دوست داشتید کم کم وارد بحث کوانتوم بشیم و جهان کوانتوم و ارتباطش با همین مباحث عرفانی و خودشناسی و اینکه ببینیم آیا جهان کوانتوم و مباحث کوانتوم که مطرح میشه ارتباطش با مباحث خودشناسی عرفان آیا ارتباط تمثیلی هست یا ارتباط مثالی هست یا هر دوه به اون شکل که عرض کردم، یعنی آیا با هم کاملا منطبق هستند.